همکارم علیرضا محبی از ملبورن استرالیا همراه ما شده. علیرضا، از جزئیات بازتاب خبر کشته شدن مهران سماک توسط جمهوری اسلامی در رسانه‌های استرالیا و کشورهای آسیایی برامون بیشتر بگو. رکسانا، رسانه ها در استرالیا و برخی از کشورهای آسیایی به مانند مالزی، تایوان و هند خبر کشته شدن مهران سماک 27 ساله رو توسط گلوله نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی، اون هم در شب جشن باخت تیم فوتبال جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا، بهش پرداختن. ABC رسانه دولتی و معتبر استرالیا با تیتر گروه حقوق بشری میگوید که یک مرد ایرانی در بعد از جشن حذف ایران از جام جهانی توسط نیروهای حکومتی به ضرب گلوله کشته شد، نوشته که در حالی که جمهوری اسلامی تلاش میکنه تا خودش رو برای تلاش‌های خودش رو برای سرکوب مخالفان بعد از کشته شدن مهسا امینی تشدید بکنه، مهران سماک 27 ساله در بندرنظری توسط گلوله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته میشه. در ادامه این گزارش به گفته های سازمان حقوق بشر ایران اشاره شده که در توییتر اشاره کردن که مهران سماک از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته. سازمان پزشکی قانونی جمهوری اسلامی از دادن جسد او به خانواده‌اش خودداری می‌کرده، در حالی که انبوهی از جمعیت برای حمایت از آنها آمدند و در نهایت به سختی تونستن جواز دفن و گواهی فوت رو بگیرن. در ادامه گزارش به آمارهای سازمان ملل در ارتباط با تعداد کشته‌ها و همچنین تعداد دستگیری‌ها اشاره شده و آمده که این اعتراضات سراسری بزرگترین چالش برای حکومت روحانیون از انقلاب 57 هستش. به دستگیری روزنامه نگاران زن به مانند نیلوفر حامدی الهی محمدی اشاره شده، به اینکه متهم شدن به تبانی علیه نظام و توطئه علیه امنیت ملی، و همچنین به دستگیری خانم سهیلا گلستانی و حمید پور آذری در جریان اون حضورشون در اون ویدیوی اعتراضی اشاره شده. کانال 9 تلویزیون استرالیا هم با تیتر مردی در ایران به خاطر جشن حذف تیم ملی از جام جهانی به ضرب گلوله کشته شد، به خبر کشته شدن مهران سماک پرداخته. به صحبت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اشاره کرده که گفته قیام بی سابقه ملی در ایران، بیش از 150 شهر و 140 دانشگاه در تمام استان‌های ایران رو در بر گرفته. هرالد سان در استرالیا هم با تیتر همبازی سابق فوتبالیست ایرانی اشاره به سعید عزت اللهی در ناآرامی به ضرب گلوله کشته شد، نوشته که مهران سماک فقط بوق ماشینش رو به صدا در آورد و به خاطر این موضوع هدف گلوله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفت. گاردین هم گزارش کاملی رو تهیه کرده از کشته شدن مهران سماک، به گزارش کمپین حقوق بشر ایران اشاره کرده که در حین مراسم عزاداری و خاکسپاری برای مهران سماک شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند معترضان، و گاردین اشاره کرده که این شعار خطابش علی خامنه ای است که یکی از شعارهای اصلی معترضان در ایران هستش. به برپایی جشن‌های اعتراضی در شب باخت تیم فوتبال جمهوری اسلامی اشاره شده. در تهران در شهرهای کردنشین غرب ایران، سنندج، مریوان و سرقس هستش. دیگر رسانه‌های استرالیایی فاکس اسپورتس بودن، کنز پست و سایت نیوز به این موضوع پرداختن. اما در تایوان، تایوان نیوز گزارش مفصلی رو در این خصوص تهیه کرده، به دیدار تیم فوتبال جمهوری اسلامی با ابراهیم رئیسی اشاره کرده که سر تعظیم بازیکنان فرود آوردن در برابر اون و گفت این به صحبت این روحانی تندرو اشاره کرده که گفته معترضان رو به مگس تشبیه کرده و بدون ارائه هیچ مدرکی این اعتراضات و جنبش و خیزش انقلابی ایرانیان رو به یک توطئه خارجی نسبت داده. در مالزی هم مالای میل و هم فری مالزیا تودی این خبر رو پوشش دادن. مالای میل نوشته که بسیاری از ایران در واکنش به سرکوب معترضان از حمایت تیم ملی دست کشیدن. در هند هم ایندیان اکسپرس، NDTV و هندوستان تایمز خبر کشته شدن مهران سماک رو بهش پرداختند.